چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت. درود بر شما بینندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید، به قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدین. ما هنوز در سفر درد و رنج با ایوب هستیم، یعنی کسی که بیشترین درد و رنج رو داشت، از طرف دوستانش هم احاطه شد، همون کسانی که نتونستن او رو تسلی بدن. پس با صحبت خودش منفجر شد و سخنان خیلی درشتی گفت که در قسمت قبل، یعنی فصل ششم، اونها رو بررسی کردیم. امروز اگر خداوند بخواد صحبت خودمون رو در فصل ششم ادامه خواهیم داد و بعد نگاهی به فصل هفتم و بخشی از فصل هشت میکنیم. در همین ابتدا سلام و خوش آمد عرض میکنم خدمت خادمین عزیز خداوند، دکتر فایز فواد. درود بر شما. و دکتر عادل حبیب. ممنونم برادر. همچنین به حضار گرامی هم سلام و خوش آمد عرض میکنم. طبق روال هر دوشنبه بعضی از پیام‌های بینندگان عزیز رو میخونیم. در دوشنبه گذشته بعضی از نظرات رو که در فیسبوک صفحه تمام کتاب به اشتراک گذاشته شده بود رو خوندیم که شامل نظراتی در مورد کتاب ایوب بود. ما هفته گذشته بعضی از نظرات رو خوندیم و سعی داریم این هفته هم تا اونجا که زمان داریم تعداد زیادی از اونها رو که دریافت کردیم بخونیم. طارق بخیت نظر خودش رو از کتاب ایوب به اشتراک گذاشته و گفته غم و تلخی در طول آزمایش، اما شادی در پایان سفر. جانل کویس میگه همه اونها تسلی دهنده های بدبختی هستن، البته منظورش دوستان ایوبه. هانی ابراهیم میگه خود، اعتماد به کاملیت خود و صبر موضوع کتاب ایوبه. امجد نشأت میگه توکل به خدا کسی که به نظر دشمن میاد، منظورش اینه که انگار خدا در این کتاب دشمن ایوبه. مودی زنهور میگه ایوب میپرسه و جواب میده، از تو خواهم پرسید و تو برام آشکار میکنی. پیتر نادی میگه این کتاب درباره سردرگمیه، کسی که رنج میبره در تلاش برای درک فلسفه درده. میشل موندی میگه نیکویی و عدالت ایوب در برابر نیکویی و عدالت خداست. او ادامه میده وقتی آسمان در مقابل فریاد انسان در سکوت نگاه میکنه، اون وقت صدای خدای متعال بزرگترین پاسخه و بزرگترین درس ها میان تا زیباترین آهنگ ها رو بنوازن. گفته های خیلی زیبایی بود. ما هم از مشارکت شما عزیزان تشکر میکنیم. دکتر فایز، چند تا آیه از فصل 6 رو میخونم و بعد با سوالی خدمت شما برمیگردیم. از آیه 14 شروع میکنم. کسی که به دوست خود رحم و شفقت ندارد، در واقع از قادر مطلق نمیترسد. مثل نهری که در زمستان از یخ و برف پر است و در تابستان آب آن در اثر حرارت بخار می شود و خشک می گردد، دوستان من هم قابل اعتماد نیستند. کاروانیان برای آب به کنار جوی می روند، آن را خشک می یابند و در نتیجه از تشنگی هلاک می شوند. وقتی کاروانهای تیما و سبا به سراغ آب می روند، با دیدن جوی خشک ناامید می شوند. شما هم مانند همان جوی هستید، زیرا رنج و مصیبت مرا می‌بینید و از ترس به نزدیک من نمی‌آیید. آیا من از شما چیزی خواستم؟ یا گفتم هدیه‌ای به من بدهید و یا مرا از دست دشمنان و از چنگ ظالمان نجات بدهید؟ به من راه چاره را نشان بدهید و بگویید که گناه من چیست؟ آنگاه خاموش می‌شوم و حرفی نمی‌زنم. سخن راست قانع کننده است، اما ایراد شما بیجاست. آیا گمان میبرید که سخنان من بیهوده و مثل باد هواست؟ پس چرا به سخنان مایوس کننده من جواب میدهید؟
شما حتی به مال یتیم طمع دارید و از دوستانتان به نفع خود استفاده می کنید. حال وضع مرا ببینید و بگویید که آیا من دروغ می گویم؟ دیگر بس است و بی انصافی نکنید. محکومم نسازید زیرا گناهی ندارم. آیا فکر می کنید که من حقیقت را نمی گویم و خوب و بد را از هم تشخیص نمی دهم؟ ایوب دوستاشو با کلمات تندی توصیف می کنه. از اونا چه انتظاری داشته که به دست نیاورده؟ ایوب تصویر زیبای شاعرانه ای رو نقاشی میکنه، دوستانش رو به بیوفایی متهم میکنه. در آیه 14 میگه فرد مضطربی که در رنج و عذابه از دوستانش انتظار مهربانی داره، حتی اگه تسلیم خدای قادر مطلق شده باشه. اگه شرایط اخلاقی و روحانی من واقعا بد باشه و رابطم رو با خدا ترک کرده باشم، از شما انتظار دارم که از من حمایت کنید. اما متاسفانه هیچ کاری برام نکردید. انتظار داشتم که منو حمایت کنین. اونا رو مثل نهری توصیف میکنه. اما برادران من مثل نهرها مرا فریب دادند. نهری که تندابه ولی آب اون قطع شد. قرار بود که از اون آبی جاری بشه، اما متاسفانه آبی در اون نیافتم. نهر یه جریان آب، جریانی از آبی که آب اون قطع میشه. اومدم تا برای نوشیدن آب پیدا کنم. مثل چرخ آبی که در بیابانه، آبی بیرون نمیاره، همچنان میچرخه اما آبی بیرون نمیاره. از یخ و برف پر است و در تابستان آب آن در اثر حرارت بخار میشود. مثل حوضیه که وقتی بهش رسیدم یخ زده بود و هیچ آبی نداشت، بلکه فقط برف بود. بنابراین هیچ فایده‌ای برام نداشت. یا اینکه مثل مسافرین یک کاروان بیابانی که آبادی در کویر می‌بینن و به سمت اون میرن تا در اونجا آب و سرسبزی پیدا کنن، اما چیزی پیدا نکردن. فهمیدن که فقط یه سرابه، اصلا چیزی وجود نداشته. شما هم همینطورید. من فکر می‌کردم که در شما چیزای خوبی خواهم یافت، اما اصلا هیچ چیز خوبی در شما نبود، بلکه برعکس، شما حرفای خیلی تندی به من زدید و منو خیلی سرزنش کردید. به من راه چاره را نشان بدهید و بگویید که گناه من چیست. آنگاه خاموش میشوم و حرفی نمیزنم. سخن راست قانع کننده است، اما ایراد شما بیجاست. چرا منو توبیخ میکنین؟ به هم بگین چیکار کردم. به همین خاطر در آخر آیه 29 میگه دیگر بس است و بی انصافی نکنید. محکومم نسازید زیرا گناهی ندارم. آیا فکر می کنید که من حقیقت را نمی گویم و خوب و بد را از هم تشخیص نمی دهم؟ این یعنی آزمایشی که من در اون هستم هیچ ربطی به گناه نداره. من هیچ یک از چیزایی که دربارش می گین انجام ندادم. آزمایشی که من در اون هستم، چه در گفتار و چه در کردار، ربطی به گناه و شرارت نداره. شما دارین درباره یه چیزی صحبت میکنین در حالی که انتظار من از شما چیز کاملا متفاوتی. اما متاسفانه فهمیدم که شما مثل سراب و مثل چرخ آبی هستین که آبی بیرون نمیاره. شما هیچ چیز خوبی ندارین. شما اصلا مفید نیستین. شما رو به بیوفایی متهم میکنم. او از اونها توقع نرمی و آرامش داشت اما نیافت، بلکه حرفای تندی شنید. بله، علارغم اینکه حرفای درستی بود. چرا دوستان ایوب نتونستن اونو تسلی بدن؟ چرا اونا اشتباه تشخیص دادن و درمان اشتباهی رو پیش گرفتن؟ فکر میکنم سه دلیل داره. دلیل اول، اونها خدا رو در واقعیت او نمیشناختن. اونها فقط متمرکز به یه بُعد از حقیقت خدا بودن و فقط به عدالت خدا متمرکز بودن و فراموش کردن خدا پر از محبت هم هست. دومین دلیل، اونها ایوب رو در واقعیتش نشناختن. همونطور که دکتر فایز اشاره کرد، ایوب رو به داشتن شرارتی پنهان در زندگی متهم کردن که اون رو نمیدونستن. این شرارت نیازمند چنین سختی هایی بود که ایوب از اونها رنج می برد. و سومین دلیل، اونها خودشون رو هم خوب نمیشناختن. اونها خودشون رو درستکارتر از ایوب می دیدن و به همین خاطر به او حرف‌های بی‌رحمانه می‌زدن. برادر عیاد، همونطور که شما بارها گفتین، اونها مثل دکتری بودن که تشخیص درست نمیده. مثل یه بیماریه که با دکتر مشورت کرده و دکتر بیماری رو به عنوان مثال درد روماتیسمی تشخیص داده، در حالی که بیمار از سرطان رنج میبره. او رو طوری معالجه میکنه که انگار واقعا درد روماتیسمی داره. پس درمان اشتباه برای این شخص خاص بیفایده است. این ممکنه در مورد دیگه مفید باشه، اما این به نفع کسی که با او سر کار دارن نخواهد بود. بله، سخنان کاملا زیبایی بود. بعد از استراحت کوتاهی با سوال حضار برمیگردیم. بینندگان عزیز، بعد از استراحت در خدمت شما خواهیم. ایوب صحبتش را با الیفاز متوقف کرد و مستقیماً با خدا صحبت کرد. اگرچه ایوب زندگی درست کارانه ای داشت، ولی به این طریق شروع به شک و تردید در مفید بودن زندگی کرد و اینطور به خطر تفکر در مورد اینکه خدا به او اهمیت نمی دهد و او عادل نیست نزدیک شد و خدا بعدها ایوب را برای این نگرش سرزنش کرد. عزیزان،
ممکن است درد ما مثل درد ایوب نباشد یا نتیجه گناه ما باشد، اما باید مراقب باشیم که در نتیجه رنج‌هایمان مرتکب گناه نشویم. با بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم. بریم و سوال حضار عزیز رو بشنویم. چرا ما دوستان ایوب رو محکوم میکنیم؟ اونا که کتاب مقدس نداشتن. پس راه درست در برخورد با کسانی که در رنجن رو نمیدونستن. اونها معیارهای کتاب مقدسی رو نداشتن تا بر طبق اون عمل کنن. پس چرا اونها رو محکوم میکنیم وقتی اطلاعات مکتوبی نداشتن؟ درسته، اما اراده خدا از طریق انتقال اطلاعات در طول نسل‌ها به اونها رسید. هر وقت خدا حقیقتی رو به یکی از پاتریارک‌ها اعلام میکرد، این شخص میبایست هر اونچه که درباره خداوند میدونست و به فرزندانش انتقال بده، و به این دلیل خدا به اون عمری طولانی داد تا اطلاعات به دست اومده رو انتقال بدن. میخوام این موضوع رو به سادگی توضیح بدم. وقتی ابراهیم گناه کرد و درباره سارا گفت که او خواهرشه، در سرزمین فلسطین در فصل 20 پیدایش ابیملک دستور داد تا سارا رو بیارن. او گفت من این کار را از روی سادگی کردم و گناهی مرتکب نشدم. خدا به او گفت به همین دلیل تو را از گناه حفظ کردم. بنابراین ابراهیم میدونست که اگه همسر شخصی با دیگری ازدواج کنه گناه محسوب میشه، پس اینو به اسحاق گفت و اسحاق به یعقوب و یعقوب به یوسف گفت. پس وقتی که یوسف به مصر اومد و با همسر فوتیفار دچار مشکل شد، به او گفت من چطور میتوانم چنین کار خلافی را انجام دهم و علیه خدا گناه کنم؟ این به خاطر این بود که پس از گذر زمان او از پدر و پدر بزرگش یاد گرفته این عمل اشتباهه. بنابراین با این کار مثل گناه برخورد کرد و خدا در حال انتقال دانش از طریق نسلی به نسلی بود. همچنین نباید این رو فراموش کنیم که یکی از ابزارهای خدا در ارتباط با انسان در ایام باستان به وسیله رویا و خواب بود. خود علیفاز از تجربه شخصی درباره رویایی که دیده بود صحبت کرد که در فصل 4 به جزئیات اون اشاره میکنه. پس اونجا یه ارتباط وجود داره و اونها اصول خدا رو میدونن. اونها این رو از طریق انتقال به نسل‌ها فهمیدن و همچنین به وسیله ارتباطی که خدا از طرق معجزه‌وار با اونها به وجود می آورد، چه با رویا چه با خواب. به فصل 7 میریم و 6 آیه اول این فصل رو میخونیم و بعد با سوالی در خدمت دکتر فائز خواهیم بود. فصل 7 آیات 1-6. انسان در روی زمین مانند یک کارگر اجباری زحمت میکشد. دوران حیاتش همراه با سختی و مشکلات است، مثل غلامی که در آرزوی یافتن سایه‌ای است و مانند مزدوری که منتظر مزد خود میباشد. ماه‌های عمر من در بیهودگی میگذرند. شب‌های طولانی و خسته کننده ای نصیب من شده است. وقتی دراز میکشم تا بخوابم میگویم که چه وقت صبح میشود. شب طولانی است و من تا صبح از این پهلو به آن پهلو میغلطم. تن من پوشیده از کرم و گرد و خاک است و پوست بدنم ترک خورده و چرک گرفته است. روزهایم تندتر از ماکوی بافندگان میگذرد و در ناامیدی به پایان میرسند. ایوب داره وضعیت و جسمش رو توصیف میکنه و نگاهش به روزهای عمرشه. در این باره توضیح بفرمایید. در واقع میتونیم یه عنوان برای این پاراگراف ارائه کنیم. ایوب از قطع امید شکایت میکنه و این به خاطر شرایط وخیم سلامتی و فیزیکی اونه، در حالی که دوستانش در مورد موضوع کاملا متفاوتی صحبت میکنن. او میگه من حتی مثل یه مرد عجیر شده هم نیستم، مرد مزدوری که میخواد روز کاری او تموم بشه تا مزدشو بگیره و برای استراحت به خونه بره. اما من حتی این امید رو هم ندارم، چون روزهام سپری میشن، نه پایان و نه هیچ امیدی نمیبینم. غلامی که در آرزوی یافتن سایه‌ای هست، یعنی اینکه روز او تموم میشه و برای خواب به خانه میره. اما من حتی این امید رو هم ندارم، چون که روزای من همه شب تاریکن. وقتی که شب فرا میرسه حتی نمیتونم بخوابم. اگه میتونستم بخوابم ممکنه با خلاصی از این درد بیدار بشم. نمیتونم بخوابم چون وضعیت سلامتیم این اجازه رو بهم نمیده. وقتی دراز میکشم تا بخوابم میگویم چه وقت صبح میشود. شب طولانی است و من تا صبح از این پهلو به آن پهلو میغلطم. من بیخوابی دائمی دارم چون که سلامت نیستم. تن من پوشیده از کرم و گرد و خاک است. گرد و خاک یعنی خاک و گل. کرم ها از بدنم تغذیه می کنن و همینطور گل و لای با بدنم در هم آمیخته شده و اون رو پوشونده و پوست بدنم ترک خورده و چرک گرفته است. پوست بدنم ترک خورده یعنی چاک خورده و چرک گرفته است، یعنی دوچار عفونت شده.
روزهایم تندتر از ماکوی بافندگان میگذرند و در ناامیدی به پایان میرسند. یکی پس از دیگری میگذرد. ماکوی بافندگی خیلی سریع میچرخه. ماکوی که به این طرف و اون طرف حرکت میکنه و امیدی نیست. روزها یکسان سپری میشن و امیدی ندارم. شما دارین درباره چیزی کاملا متفاوت صحبت میکنین. درباره اقتدار خدا صحبت میکنین. در حالی که من نیاز دارم یکی در مورد حمایت خدا از من در چنین شرایطی بگه. این موضوعی نیست که من در حال عبور کردن از اون هستم. بله. برادر عادل از آیه 13 به بعد ایوب هنوز داره صحبت میکنه و میگه من دراز میکشم تا دمی استراحت کنم و مصیبتهای خود را از یاد ببرم. آنگاه تو مرا با خوابها میترسانی و با کابوسها به وحشت میاندازی. بنابراین من چاره دیگری ندارم جز این که خفه شوم و بمیرم و به این زندگی پر از رنج خود خاتمه بدهم. از زندگی بیزارم و دیگر نمیخواهم زندگی کنم. پس مرا به حال خود بگذار، زیرا از من نفسی بیش نمانده است. انسان چه اهمیتی دارد که به او اینقدر توجه نشان میدهی؟ هر روز از او بازجویی میکنی و هر لحظه او را میازمایی. آیا نمیخواهی دمی آرامم بگذاری تا آب دهان خود را فرو برم؟ اگر من گناهی بکنم چه ضرری به تو میرسد؟ ای ناظر کارهای بشر، چرا مرا هدف تیرهای خود قرار دادی؟ آیا من باری بر دوش تو شدم؟ چرا گناهان مرا نمیبخشی و از خطاهای من چشم نمیپوشی؟ زیرا به زودی به زیر خاک میروم و تو به سراغم خواهی آمد و من دیگر وجود نخواهم داشت. او با خدا اینطور صحبت میکنه که پر از علامت سوال و سخنان صریح و قوی بر علیه خداست. او چه انتظاری از خدا داشت؟ ایوب به این نتیجه رسید که آزمایش هایی که داره ازشون عبور میکنه بیش از تحمل و توانایی اوست. تا حدی که در آیه 12 میگه آیا من دریا هستم یا هیولای ژرفا؟ منظورش اینه که این برخورد خیلی خشنه و آزمایشات شدید هستن و اینکه دیگه تحمل چنین آزمایشاتی رو نداره. پس او به این نتیجه میرسه که دو انتخاب داره که به اون نزدیکتره. اولین انتخاب اینه که آرزوی مردن کنه تا از این درد خلاص بشه. بنابراین در آیه 15 میگه بنابراین من چاره دیگری ندارم جز اینکه خفه شوم و بمیرم. و یا اینکه دومین انتخاب، حتی اگه تصور میکردم که این رفتارها به خاطر گناه هست، با اینکه هنوز در این مورد قانع نشدم، اما اگه به صورت منطقی هم تصور میکردم، اگر من گناهی بکنم چه ضرری به تو میرسد ای ناظر کارهای بشر؟ پس راه حل مشکل در دست توست. بنابراین در آیه 21 به خدا میگه چرا گناهان مرا نمیبخشی و از خطاهای من چشم نمیپوشی؟ به یکی از این دو راه حل نیاز دارم، یا بمیرم و راحت بشم، یا من رو ببخش و از این آزمایشات سختی که دارم عبور میکنم نجاتم بده. بله، ممنونم، سخنان عالی بود. برادر فایز فصل 8 میگه ایوب تا به کی این حرف ها را میزنی؟ سخنان تو مثل باد هواست. خدا هرگز بی عدالتی نمی کند. خدای قادر مطلق همیشه راست و با انصاف است. فرزندانت در برابر خدا گناه کردند و خدا آنها را طبق کارهایشان جزا داد. اگر تو طالب خدای قادر مطلق باشی و با دعا و زاری به نزد او بازگردی و اگر در پاکی و درستکاری زندگی کنی، آن وقت خدا به یقین به کمک تو می شتابد و به عنوان پاداش خانوادت را به تو بر می گرداند و بیش از آنچه که در ابتدا داشتی به تو می دهد. از بزرگان و موسپیدان بپرس و از تجربه آنها بیاموز، زیرا ما مدت کوتاهی زندگی کرده ایم. معلومات ما بسیار کم است و عمر ما بر زمین همچون سایه‌ای زود گذر است. از حکمت گذشتگان تعلیم بگیر و سخنان حکیمانه آنها را سرمشق خود قرار بده. در جایی که آب نباشد نی نمی روید و آن را در خارج از نیزار نمی توان یافت. اگر آب خشک شود، حتی پیش از آن که وقت بریدن آن برسد پژمرده می گردد. و ادامه. درباره این دومین دوست، یعنی بلدد شوهی، برای ما بگین. بلدت مفهوم سنت و گفته های پدران رو اقتباس کرده. او به وسیله سنت و گفته های پدران ثابت میکنه که ایوب باید گناهی کرده باشه و همینطور فرزندانش هم، و به همین خاطره که خداوند اونا رو از بین برد. الیفاز تیمانی به وسیله تجربیات شخصی خودش ادعا میکنه که ایوب حتما مرتکب خطایی شده، اما بلدت شوهی فقط به تجربیات شخصی خودش تکیه نمیکنه، بلکه سعی میکنه خودش رو فروتن کنه. پس او به چه چیزی متکی بود؟ او بر گفته های مردمان روزگار باستان تکیه میکنه. از بزرگان و موسپیدان بپرس و از تجربه آنها بیاموز. ای ایوب، اون چه که پدران باستانی نتیجه گرفتن ثابت میکنه که کسی نمیتونه رنجی که تو میکشی و بکشه مگر اینکه مرتکب شرارتی شده باشه. چرا؟
چون اون چه که تو باهاش روبرو هستی نتیجه کار توست. در جایی که آب نباشد نی نمی روید. مرداب یعنی باتلاق. پس اگه در جایی نی و پاپیروس رویده، بدون اینکه زیر این نی ها مرداب و باتلاق وجود داره، چون در جایی دیگه به عمل نمیاد. پس هر زمان که نی و پاپیروس میبینین، لابد زیر اون آب وجود داره. داریم میبینیم که خدا داره تو رو مجازات میکنه، پس یقیناً یه گناه مخفی وجود داره و به خاطر گناه حتی پیش از آن که وقت بریدن آن برسد پژمرده میگردد. عاقبت کسانی که خدا را ترک میکنند همین گونه است و دیگر امیدی برایشان باقی نمیماند. این مردم به کسانی میمانند که به تار عنکبوت اعتماد میکنند. وقتی میگه به تار عنکبوت، او به خانه ای اشاره داره که باد خرابش کرد، همون خانه ای که خراب شد و فرزندانش مردن. او باید در صحبت با شخصی که چنین رنجی رو میکشه مراقب کلماتش باشه، اما مفهوم او این بود: از بزرگان و موی سپیدان بپرس و از تجربه آنها بیاموز. بعضیا در ارزیابی چیزها بر گفته‌های پدران تکیه می‌کنند. شما اینطور قانون خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید. بله. خداوند میگه به پدر و مادر خود احترام بگذار، اما سنت میگه اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردم، دیگر مجبور نیست به آنها احترام بگذارد. بنابراین بلدت روی گفته‌های پدران و سنت حساب میکنه تا اینو ثابت کنه که ایوب حتماً باید گناهی کرده باشه. او همچنین درمان مؤثری رو ارائه میده، اما نه برای این موضوع. بله. درسته. استراحت کوتاهی میکنیم و بعد با سوال هزار برمیگردیم. بینندگان عزیز، بعد از استراحت در خدمت شما خواهیم. این جلسات همچون آب برای ماهیه. زمانی که ماهی خارج از آب باشه یقیناً خواهد مرد. جلسات کلیسایی برای ما یکی از ابزارهای فیضه که با اون رشد میکنیم. بهترین زمینه‌ایه که میشه خدا رو دید و احترامی که سزاوار او هست رو نشون بدیم. جاییه که کلام خدا در اون تفسیر میشه و خدا هم به شکلی متفاوت با هر کس صحبت میکنه. پس از کلام خدا میشنویم و نظراتمونو به اشتراک میذاریم. بنا کننده است. جلسات کلیسایی جاییه که باعث دلگرمی ماست و تسلی پیدا میکنیم. بینندگان عزیز، با بخش آخر برنامه در خدمت شما هستیم و مطالعه‌مون رو از کتاب ایوب ادامه میدیم. به فصل هشتم به پایان این قسمت رسیدیم، اما میخوایم از اون چه که در طول این مطالعه برامون مفید بود یه نتیجه گیری کنیم. ما از فصل یک تا هشت رو مطالعه کردیم. امروز فصلهای 6، 7 و 8 چه چیزهایی یاد گرفتیم؟ خدا دوست داره که با انسان رابطه داشته باشه و با روش‌های مختلف با افراد مختلفی این کار رو انجام میده. مثلا پیش از کتاب مقدس از طریق خواب و رویا با انسان رابطه داشت. بله. از این فصل‌ها یاد گرفتیم اگه بخوایم شخص دردمندی رو تسلی بدیم، باید 3 نکته مهم رو رعایت کنیم برای اینکه اشتباه دوستان ایوب رو تکرار نکنیم. اول خدا رو بشناسیم. اونها بر روی عدالت خدا تمرکز کرده بودن، اما فراموش کرده بودن که خدا رحیم و مهربانه. دوم این واقعیت رو بدونیم که ما از کسی که رنج میکشه بالاتر و بهتر نیستیم و شاید این شرایط برای ما هم پیش بیاد. و مورد سوم، باید در مورد اون شخص دردمند شناخت داشته باشیم و نباید به خاطر درک اشتباهمون از شرایطش اون رو قضاوت کنیم. بله. ایهاب، میدونی که برای اینکه به کسی کمک کنی باید خودتو در همون وضعیت بدونی. اینطوری میتونی احساساتش رو درک کنی و وقتی داری نصیحتش میکنی میتونی تصور کنی که اگه خودت در وضعیت مشابهی بودی چه میکردی. این چیزیه که در نبوت درباره خداوند پرجلال گفته شد: خداوند قادر به من آموخته تا بتوانم خستگان را توانایی بخشم، نه معلمین. او خودش رو در وضعیت ما قرار داد و تجربه کرد. پس وقتی به من توصیه‌ای میکنه، در شرایط مشابه داره با من همدردی میکنه. چون خود او وسوسه شده و رنج دیده است، قادر است دانانی را که با وسوسه روبرو هستن یاری فرماید. دیگه چی؟ دوست ایوب بلدت به او اینطور گفت که مرگ فرزندانش مجازات گناهانشون بوده. این سخن اشتباهه. مثلا ما نباید کسی رو که در تصادف میمیره قضاوت کنیم. ما این حق رو نداریم که بگیم این مجازاتی برای گناهانش بوده. و همچنین کسی که از سختی عبور میکنه، نمیتونیم بگیم که حتما گناه یا خطایی مرتکب شده. در چنین سخنرانی خاصی پرحرفی موجب گناه میشود. باید کمتر صحبت کنیم و بیشتر در حضور خداوند زانو بزنیم. هر حرفی که در جای خودش گفته نشه ممکنه در هر حالی شامل محکومیت دیگران بشه.
معمولا در آزمایشات فکر میکنیم که چرا خدا با ما این کار رو انجام داده یا چرا انقدر این آزمایش طولانی شد، ولی اگر بدونیم خدا در کنارمونه باعث میشه درس رو زودتر یاد بگیریم، پس آزمایش هم زودتر به پایان میرسه. خیلی خوب بود، از همه تشکر میکنم. تشویقتون میکنیم که در قسمت بعد با ادامه مطالعه همراه ما باشید. از خادمین عزیز خداوند تشکر. خدا با شما باشه. ممنونم. بینندگان عزیز، ایوب هنوز در امتحان سخت درد و پزشکان ناموفق دارن درمانی اشتباه رو تجویز میکنن. اونها مشکل رو اشتباه تشخیص میدن. نقص ایوب چیزی نیست که اونها فکر میکنن. ایوب نقص دیگه ای داره. خدا داره او رو برای درمان آماده میکنه، اما هر کدوم از دوستانش وضعیت دیگه ای رو توصیف میکنن و درمان دیگه ای تجویز میکنن. بینندگان عزیز، در حضور خداست که وضعیت قلب آشکار میشه. نزد خدا بیاین و دعا کنید که اون چه در من است را آشکار کن. ای خدا، مرا تفتیش کن و قلبم را بشناس. مرا امتحان کن و نگرانی هایم را بشناس. به نظرات مردم درباره خودت اعتماد نکن، بلکه به نظر خدا درباره خودت توکل کن. به او بگو اگه من اشتباه میکنم قصورم رو نشونم بده و درمانم کن. ممکنه که پیش مردم دیگه‌ای بری و از شرایط و شرح حالت برات بگن و همچنین درمانی رو پیش روی تو بگذارن که باعث آسیب تو بشه. تنها کسی که وضعیت تو رو بهت میگه، تنها کسی که اشتباهت رو بهت میگه و تنها کسی که درمان صحیح و تجویز میکنه خداوند عیسی مسیحه. سعی کن همونطور که هستی نزد او بیای و به او بگو ای خداوند، حقیقت رو به من بیاموز. قلبم رو برای خودم آشکار کن. اندیشه هایم رو آشکار کن. اسرار من رو آشکار کن. ببین آیا خطایی در من هست و مرا به راه جاودانی هدایت نما. به امید خدا در قسمت بعد در خدمت شما خواهیم بود. خدا با شما. هنسى روعت وقفتك لما بإيدك خدتني، ولا هنسى لحظة سندتك لما تعبت حملتني. مش هنسى روعت وقفتك لما بإيدك خدتني، ولا هنسى لحظة سندتك لما تعبت حملتني. جيتلي بنعمة رفعتني رغم التجارب والألام، لما انحنيت طمنتني ما همت ليك آخر كلام. جيتلي واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين. واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ راه های من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.